بریتانیا و مهاجرپذیری ترکیب غیر منطقی به نظر می رسد، اما بریتانیا امروز نسبت به آمریکا سهم بزرگتری از ساکنان غیر بومی را دارد، به طوری که از هر 6 نفر از ساکنان آن 1 نفر در کشور دیگری به دنیا آمده است. با هم گزارش همکارم در این زمینه را ببینیم. اکونومیست یکی از سرمقاله های این هفته خود را به این سوال اختصاص داده است که چگونه انگلستان به بهترین کشور اروپایی برای مهاجرت تبدیل شده است. از منظر این نشریه، ایده بریتانیا به عنوان یک کشور مهاجر ممکن است دور از ذهن به نظر برسد، در حالی که سیاست مداران این کشور در پارلمان بر سر لایحه مبنی بر اعزام پناهجویان به رواندا وارد بحث شدند. یکی از دلایل افزایش مهاجرت در بریتانیا این است که با وجود تلاش برای توقف قایق‌های مهاجران، دولت محافظه‌کار درها را برای ورود کارگران، دانشجویان و قربانیان اقتدارگرایی چون اوکراینی‌ها باز گذاشته است. آمارها نشان می‌دهد که 54% از پناهجویانی که از کانال مانش برای رسیدن به بریتانیا عبور کردند، شهروندان 5 کشور افغانستان، ایران، اریتره، سوریه و سودان هستند. در میان پناهجویان انگلستان هم آلبانیایی‌ها، افغانستانی‌ها و ایرانی‌ها به ترتیب در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. آمار مربوط به مهاجرت‌های قانونی به بریتانیا نشان می‌دهد که در سال منتهی به ژوئن 2023 بیش از 1.5 میلیون ویزا شامل ویزاهای کار، تحصیلی، خانوادگی و الحاق به خانواده و بیش از 90,000 ویزا نیز برای اوکراینی‌ها صادر شده است. تخمین‌ها نشان می‌دهد که بیش از 300,000 نفر از جمعیت 9 میلیون نفری لندن ایرانی تبار هستند که در دهه‌های اخیر افزایش یافته و رستوران‌ها و فروشگاه‌های مخصوص کالاهایی مانند غذا، کتاب و پوشاک ایرانی به وفور در این شهر یافت می‌شوند. منچستر، بیرمنگام، بریستول، لیدز، کمبریج، نیوکاسل، لیورپول، برایتون، آکسفورد از دیگر شهرهای انگلستان هستند که شهروندان ایرانی را برای کار، تحصیل و زندگی در خود جای داده است. اسلام دومین دین بزرگ در انگلستان به شمار می رود. تا کنون حدود 600 مسجد و 60 مدرسه اسلامی در این کشور تأسیس شده است. گزارش ها نشان می دهد که 6.5% معادل حدود 4 میلیون نفر از جمعیت بریتانیا طبق آمار سال 2021 مسلمان هستند. طی سالهای اخیر مسلمانان در صحنه سیاسی بریتانیا به موفقیت‌های زیادی دست یافتند. فعالیت آنها پیشتر به شوراهای شهرداری و محلی محدود می‌شد، اما اکنون به پارلمان هم راه یافتند و عده‌ای از آنها به عضویت مجلس عوام و اعیان درآمدند. بیشترین تجمع شیعیان انگلستان در لندن، بیرمنگهام و منچستر بوده و از ملیت‌های ایرانی، عراقی، پاکستانی، هندی، لبنانی و به طور اندک و پراکنده از سایر کشورها تشکیل شدند. برخی از مراجع تقلید ایران و عراق دارای دفتر و نمایندگی در انگلستان هستند و در لندن و چند شهر عمده دیگر مراکز مذهبی، فرهنگی و آموزشی متعدد از سوی طیف‌های مختلف شیعیان با دیدگاه‌های متفاوت ایجاد شده که کانون اجتماعات و محل پاسخگویی و ارشاد شیعیان بوده و به طور مستمر به فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی و همچنین کمک به مستمندان مشغولند. این مراکز در مواقع خاص و مناسبت‌های مذهبی همچون ماه مبارک رمضان و شب‌های قدر، ایام سوگواری به ویژه دهه عاشورای حسینی و ایام جشن و سرور به خصوص ولادت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و نیمه شعبان پذیرای 10,000 نفر از علاقمندان اهل بیت علیهم السلام هستند.
ساعتی قبل گفتگوی داشتم با مجتبی امینی و از ایشان پرسیدم علی‌رغم اتخاذ سیاست‌های ضد مهاجرتی توسط دولت، دلیل اینکه انگلستان به پایتخت اول مهاجران دنیا تبدیل شده چیست و مسلمانان و به ویژه شیعیان چه جایگاهی در بریتانیا دارند و تا چه میزان در این کشور در زمینه‌های مختلف تأثیر گذارند؟ با سلام خدمت شما و بینندگان محترمتون، در رابطه با پاسخ به اینکه چرا انگلیس به پایتخت اول مهاجران تبدیل شده، میبایست به یک سری نقاط اشاره کرد که علت جذابیت در هر کشوری نه تنها برای مهاجر بلکه برای توریست چه چیزهایی میتونه باشه. در انگلیس میشه به نقاط خاصی اشاره کرد. ابتدا اینکه سیستم اقتصادی که در این کشور حاکمه میتونه اولین دلیل باشه برای جذب مهاجر. دوم امنیت غذایی و امنیت اجتماعی. سوم تکنولوژی برتر و یا تکنولوژی مادره که این در واقع عامل خیلی میتونه علت جذب مهاجر به اینجا باشه که مهاجر با توجه به مشکلاتی که در کشور خودش یا از لحاظ اقتصادی داره یا از لحاظ امنیتی داره و یا از لحاظ تکنولوژی داره بتونه خودش رو به یه جایگاهی برسونه که اون مشکلات ازش برطرف بشه و اکثرا الان با هر سش مواجهن، هم دارای مشکلات اقتصادی هستند، هم مشکلات امنیتی و اجتماعی دارن و همین که از تکنولوژی و آسایشی که در سایه تکنولوژی وجود داره از اونا بهره‌مند نیستن و لذا سعی میکنن خودشون رو به کشورهایی برسونن مثل اینجا که در ضمن داشتن این امکانات بتونن در کنارش امکانات رفاهی اجتماعی عالی تری هم داشته باشن، چه در سطح تغذیه و یا بهداشت و یا مسکن و یا کار. و لذا یکی از چیزهایی که میشه روش خیلی تکیه کرد علت جذابیت این عوامل هست. البته عوامل دیگه هم میتونه وجود داشته باشه که تقریبا در دل همین چندتاییه که گفته شد و مهمترینش هم همون رفاه و امکانات و سرویس های خدماتیه که در اینجا وجود داره که در نهایت پس از اینکه طرف میتونه از لحاظ اقتصادی و از لحاظ امنیتی خیالش راحت شد، بلکه بتونه با توجه و با تکیه به تکنولوژی که در این کشور وجود داره بتونه مدارج عالی تری برای خودش و خانوادش دست و پا کنه تا بتونه از امکانات بهتری برخوردار بشه. در رابطه با تاثیرگذاری مسلمانان و شیعیان در بریتانیا میباید به این مطلب اشاره کنیم که عامه افراد بیشتری در سطح این کشور دارن به خاطر اینکه از لحاظ زمانی اینها بیشتر مهاجرت کردن اینجا از کشورهای مختلف. به نسبت شیعیان، شیعیان خیلی سابقه زیادی در این کشور ندارن، چه مجامع عمومیشون چه مجامع خصوصیشون، اما خب عامه خیلی بیشتر بودن. حتی اینجا دارای دانشگاه و تأسیسات مختلف آموزشی هستن و از ساپورت‌های مالی بالاتری برخوردار هستن و تشکیلاتی تر هم عمل میکنن، ولی شیعیان متاسفانه به واسطه تشتت‌های سیاسی که بینشون حاکم هست با عقاید مختلف خیلی کمتر دارای تشکیلات اونچنانی هستن و اگر هم هستن بیشتر در زاویه قرار دارن. ولی زا با توجه به اسلام حراسی هم که الان در سطح جهان داره گسترده میشه و روز به روز هم بیشتر بهش دامن میزنن، در نتیجه مسلمان ها باید با توجه به نقاط مشترکی که با هم دارن چه شیعه چه سنی باید سعی کنن این مقدار
متحدانه تر عمل کنن و تشکیلاتی به وجود بیاد که بتونن خودشون رو اونجوری که هستن نشون بدن و حتی خدماتی که دارن به جامعه ارائه میدن این رو در سایه تشکیلاتی بودن بهتر میتونن تبیین کنن که وجودشون در جامعه مفیده و از اون دسته ای که در واقع اسلام رو بد معرفی میکنن نیستن. همین ها نیازمند تشکیلات و سازماندهی خوب و مدیریت مناسبیه که هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ اجتماعی بتونن جایگاه خودشون رو درست معرفی کنن. نظام ما با این نقص مواجه هستیم که افراد چون به صورت تنهایی به قول انگلیسی ایندیویدوالی عمل میکنن اغلب انرژی هاشون هم هدر میره، ولی اگر به صورت گروهی و به صورت مشترک روی نقاط مشترک بتونن با هم فعالیت بکنن خیلی تاثیرگذارتر خواهد بود. در نتیجه افکار عمومی هم نسبت به اونها بهتر تغییر میکنه و حتی اینها بهتر میتونن باری را از دوش اجتماع بردارن و نشون بدن به مراتب مفیدتر از خیلی های دیگه هستن که اصلا به خیلی مسائل اعتقاد ندارن. لذا با توجه به این گونه مسائل امیدواریم که در جامعه مسلمانان و شیعیان انگیزه هایی به وجود بیاد که بتونن با همدیگه به صورت مشترک همونطور که دارن در کنار هم زندگی میکنن بتونن با تکیه بر نقاط مشترک اونجوری که شایسته و بایسته هست خودشون رو معرفی کنن و تأثیر گذار بشن.